آرامیاد خالق بینیاز و بخشاینده، دوستان و بینندگان عزیز و مخاطبین برنامه صدای شهروند، درز سلام و ادب دارم خدمت تمامی شما عزیزان. امیدوار از این هستم که در هر کجای که هستین خوب و خوش و صحتمند باشین. خوشحال هستم که باز هم با اتفاق سایر همکاران خود میزبان شما هستم و از طریق این برنامه در خدمت شما قرار داریم. و دوستان، در برنامه امشب هم میخواییم راجع به یکی از موضوعات مهم صحبت داشته باشیم. دیدگاه ها، نظرات و گفته های شما پیرامون موضوعی امشب برنامه با خود داشته باشیم و از چندی به این سو بحث محدودیت و وضع محدودیت در برابر شبکه های اجتماعی ما در کل کشور شاهد هستیم و متاسفانه حکومت خب بر اساس پلان ها برنامه های اخیری که داشته بر برخی از شبکه های اجتماعی و محدودیت های وضع کرده. خب در قانون صراحتا آمده که همه حق دارند که از شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری استفاده بکنند در جهت کسب معلومات یا اطلاع یافتن از موضوعات مختلف، اما متاسفانه در چند ماه اخیر و مخصوصا در هفته های اخیر مشاهده این هستیم که حکومت طرح روی دست گرفته تا چند شبکه اجتماعی مسدود بسازه به صورت کلی. ما میخوایم امشب در مورد این موضوع صحبت بکنیم. دغدغه شما از این مسئله چی هست و اینکه محدودیت و وضع محدودیت بر این شبکه ها چقدر میتونه تاثیرات منفی داشته باشه و اینکه با وضع محدودیت فکر میکنین چه مشکلاتی حل خواهد شد یا اینکه چه مشکلاتی به میان خواهد آمد. ما اخیرا شاهدی بودیم که بر اساس فرمان ریاست جمهوری و اینکه دستوری که رئیس جمهور کشور خاصتاً به وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی کشور داده، بر بنیاد خواست نهادهای امنیتی کشور واتساپ و تلگرام دو کانال اجتماعی هستند که امروزه در سراسر افغانستان هزاران نفر خب به نحوی از این شبکه های اجتماعی استفاده میکنن. ما شاهده ای هستیم که از 4 روز به این سو این تر در بسیاری از ولایات تطبیق شده و همچنین در هرات هم، چنانچه که کاربران زیادی داره، خب متاسفانه مشکلات زیادی را هم برای کاربران به وجود آورده در راستای این که خب یکی از کانال هایی بودن یا این کانال ها یا این شبکه ها از جمله شبکه هایی بودن که بیشتر مردم میتونستن خب استفاده بکنن برای اخذ معلومات، برای اطلاع یابی، برای ارتباط برقرار کردن و مواردی از این قبیل. در قانون اساسی کشور صراحتاً بیان شده که همه حق دارند که از شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری برای اطلاع یابی خود استفاده بکنند، اما میبینیم که حکومت داره برخی از این قوانین نقض میکنه. و البته منابع معتبر که خب صحبت هایی داشتن گفتن که این طرح ها به دلیل اینکه تامین امنیت بشه یا امنیت تامین بشه یا اینکه از ارتباطات میان گروه های مخالف جلوگیری به عمل بیای، این شبکه ها خب بر آنها محدودیت هایی وضع شده. و همچنین طی 2 مکتوبی که خب به نحوی مقام عالی ریاست جمهوری به وزارت مخابرات داده، در مکتوب اول اشاره به این شده که برخی از شبکه های اجتماعی مانند واتساپ و تلگرام باید در کل کشور تا مدت 20 روز مسدود بشن و پیاپی مکتوب دیگری به وزارت مخابرات و مخصوصا نهاد اطرا رسید و در آن مکتوب درد شده که برخی از خب سایت ها، برخی از شبکه ها و حتی برخی از کاربران شبکه های اجتماعی باید حساب های کاربریشان به نحوی مسدود بشه و این طرح ها خاصتا گفتن که بر اساس فرمان ریاست جمهوری است، اما مقامات عالی رتبه کشور تأکید بر این دارن که خب حکومت این حق داره که برای تأمین امنیت شهروندان چنین موارد روی دست بگیره. خب تماس داریم ببینیم که کدام دوست ما پشت خط هستن. سلام بر شما. سلام علیکم. علیکم السلام، چی حال دارن؟ خوبین؟ صحتمند؟ بله، صدای ما رو دارن دوست بیننده؟ تماس این دوست ما قطع شد. از آنی که تماس میگیرین موقعیت خوب به خود اختصاص بدین و پس از اون تماس بگیرین. موضوعی برنامه عنوان شد امروز در مورد وضع محدودیت ها و بر برخی از شبکه های اجتماعی ما صحبت میکنیم، اینکه
وضع این محدودیت ها در جامعه امروزی در زمان کنونی چقدر میتونه واقعا مؤثر باشه و چقدر این مسئله نگران کننده هست؟ حکومت با گذشت هر روز محدودیت های بیشتری وضع میکنه در راستای اطلاع رسانی و متاسفانه که نمونه ای از او در روزهای اخیر بحث متوقف شدن فعالیت شبکه های اجتماعی تلگرام و واتساپ هست که در کل کشور البته توسط برخی از شبکه های مخابراتی خب اینها قطع شدن. ما خب قبل از این برنامه به این معلوماتی که کسب کردیم از منابع معتبر هم در وزارت مخابرات کشور و همچنین در منابع دیگری که خب ما به اونها دسترسی داشتیم گفتن به نوعی در این مسئله برخی ابهامات وجود داره، یعنی اینکه حکومت نهاد دیگری به غیر از وزارت مخابرات این طرح به حکومت پیشنهاد کرده که نام آن نهاد هنوز آشکار نشده و مشخص نیست که کدام نهاد این طرح به ریاست جمهوری سپرده تایی که برخی از شبکه ها مسدود بکنن. تماس داریم، سلام بر شما. سلام علیکم. علیکم السلام، چی حال دارین؟ خوب این تطمند؟ سلام شما بخیر، خوب شب شما هم بخیر، معرفی کنین. سادات هستم از ایمان. جناب آقای سادات لطف کنین صدا تلویزیون خود پایین بکنید تا صدا ما رو بهتر داشته باشین. بله، حال میشه صحبت بکنین حکومت طرح روی دست گرفته که برخی از شبکه های اجتماعی و برخی از سایت ها برای 20 روز مسدود کرده، فکر میکنین که این طرح به چه دلیل گرفته شده و وضع محدودیت بر شبکه های اجتماعی چقدر در مقابله با قانون اساسی کشور هست؟ نفس قانون اساسیه که دسترسی به اطلاعات حق هر شهرونده مطلع اینا کار کنیدون ها که سر خود از اینا فاس ناسه به هر خروار که کشور به مملکت میشه مردم خبر نشه که چی گفت. بله، حال فکر میکنین پس از 20 روز واقعا به صورت عمومی این مسئله خب دنبال خواهد شد یا خیر؟ و لطف کنین صدای تلویزیون خود پایین بکنین چون صدای من انعکاس میکنه. بعد از دیسلیز هم دیگه شاید قد بکنم مردم هم دیگه زیاد جلسر میشه که کسی باید دنباله نمیده و دنبال رسانه هم چیزی که حقا دسترسی نباشه. دقیقا چه مشکلاتی شما خود شما از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنین؟ زیاد بلیو. بله، چه مشکلاتی به وجود آمده در رسای اطلاع رسانی یا که به موقع اطلاع شدن از موارد خبری یا موضوعات مهم؟ بله، تماس این دوست ما قطع شد. خب از آن یک مسئله که باز هم باید تاکید بکنم این هست که وقتی تماس میگیرین موقعیت خوب به خود اختصاص بدین و همچنین صدای تلویزیون خود پایین بکنین تا صدای شما انعکاس نکنه. صدای من هم انعکاس میکرد در تماس پیشتر و متاسفانه تماسشون قطع شد. خب ما بر اساس آمارها خب تماس داریم، همکاران ما اشاره میکنن. سلام بر شما. السلام علیکم، شب شما بخیر. علیکم السلام، شب شما هم بخیر، بسیار خوش اومده. زنده باشی، سلامت باشی. میخوایم امشب دیدگاه شما رو بشنویم در مورد ای که حکومت یک سری محدودیت های بر رسانه ها وضع کرده، رسانه های اجتماعی، چقدر این مسئله به نفع دولت یا که به ضرر مردم هست؟ همین مردم ما ملتیم که به خود ضرر وارد میکنیم. بله، دولت به ما و شما ضرر وارد نمی کنه، خود ما منو تخ می کنیم که این که به یک بزرگوار به یک شخصیتی به یک عزیز بون به او زبون مثلا به عزیز چی هم به او قام توهین می کنیم. دولت مجبوره که کار بکنه، کار خوب می کنه. به خاطر ازی بعضی رسانه های ببین چی اشوفگری چی پساد پیشه هر چی کارت به مادین ازینا هسته همه نه، بعضی بعضی هسته خود شما می پامی ملت افغانستان هم میپامم هم میپامم اسمی خوب نیه که بگیریم. همین صفحات اجتماعی که هسته ما خود سواد ندارم، همین غیر از این که عشوب و یک چیز دروغه و یک چیز نوشته کنه، بعد همون صفحات اجتماعی خود خود کنترول داره، باید اونا رو کنترول کنه، سانسور کنه، این که به نفع یک مذهب باشه، به نقص یک ملت باشه، به نقص یک زبون باشه، اونا رو باید سانسور کنه، اینا رو باید پخش نکنه. ما هم که از آزادی بعدی
استفاده میکنیم از آزادی بیان ما درست استفاده نمیکنیم. بله. خاطر فقط توهین زدن، تهمت زدن، جفای چکی زدن دیگه چیزی یاد نداریم. این نمیگیم که به منافع شخصی یا به امیر رسانه ها اینا ضرر میرسونه. امیر رسانه ها بهترین چیزه، صدای ما رو به مسئولین میرسونه، مثلا مشکلات ما رو به مسئولین میرسونه. ما رسانه های خوب پشتیبانی میکنیم، ولی به بعض صفحات خیلی بزای غلط نوشته میشه. کار خوبی نیه، باید خود ملت خود اصلاح کنه. دولت اصلاحه، اگر وقت ملت اصلاح کنه دولت هم اصلاحه. بله. یک مسئله هست که خب همه به نحوی استفاده میکنن از این شبکه ها، فکر نمیکنین دولت باید یک طرح روی دست بگیره که کسانی که سوء استفاده میکنن از این شبکه ها مسدود بشه، تا کسانی که به صورت درست دارن از این شبکه ها استفاده میکنن؟ با حساب ما مالداره میگیم جنگل کتار کدیم پر و خشک همه میسوزه. بله. بعض رسانه هسته که طرف زورمنده مثلا امریکا و اروپا و ما چون انگلیس و ایرانی و پاکستانی پشتیبانی میشه، دولت سوری ببو نمیرسه. شما صحیح کنی مثلا رئیس جمهوری امر میده که پلانی کس ما باشه اینه با همی ترانسپورت، او خودی میه نیشینه، خودی بزرگ نمیشینه. باید ما خود ما مراد کنیم. صحیح که هر چی به دست خود انسانه، باید خود ما مراد کنه. ما به یک صفحات بدیدم که مثلا اسم نمیدیرم که مثلا نوشته کده اسم الخان برو اوی لکو انابم بسته کده به گردانیو، همی خو کار خوبی نیه دیگه. خو ما اسمال خان مایم، از باید فرزان رو خون بیشتر مایم، اپیار رو خون بیشتر مایم. وقت همی طوری چیزا که ما به صفحات اجتماعی بش بزی ببینم، خو ما مجبورم که بر علیه اقدام کنم. بله، سپاسگزاریم از شما، موضوعات مهمی رو شوره کردین. خیلی که برای جنانی میدیم دیگ ناشی، شما هم دیگ ناشی. ما شما آزادی خدا برای ما بداده، مثلا به خون شهدا، به خون معلولین همی آزادی ما به دست آوردیم. باید عزیز پشتیبانی کنیم. مثلا یک چیزی منافع نقص ملت میشه، با منافع ملی ما ضرر داره. باید همه برادره اینا خو بیکاره، اینا از اروپا و از امریکا آمده، نه از ایران از افغانستان خبر نداره. همه هر چی که در 500 روپیه به دستی بده، هر چی که نوشته میکنه دلی مای نوشته میکنه نکنه، بلیاز خدا، بلیاز خدا، بلیاز قرآن نکنه دیگه. از بیشتر ما به تنگ آمده، ما شوگری نکنه. و رسانه که بعده شما هم بد میگه، ما هم بد میگه، همه بد میگه. خدا حافظ شب شما بخیر. خیلی مدبرز مذارت خدا حافظ. سپاسگزاریم از تماس شما. خب موضوعات بسیار خوبی اشاره کردن این دوست بیننده ما، به موضوعات اساسی اشاره کردن. یکی از واقعیت هایی که امروزه وجود داره در جامعه ما این هست که در بسیار از کشورها اگر ما نگاه بیاندازیم بر سیر و پیشرفت تکنولوژی در اون کشورها، سعی میکنن که حکومتها نحوه استفاده درست یا فرهنگ استفاده درست از تکنولوژی هایی که قراره به کشورشان نوآوری بشه اونها رو به مردم آموزش بدن، راههای درست استفاده از اون آموزش بدن. اما متاسفانه در افغانستان در ابتدا تکنولوژی وارد بازار میشه، نوآوری میشه و پس از چندین سال میبینیم که فرهنگ استفاده درست از او بسیار محدود و بسیار کم در جامعه گسترش پیدا میکنه. این یکی از مشکلاتی هست که همواره نادیده گرفته شده. اگر در ابتدا شبکه های اجتماعی ما در چند سال گذشته خب در ابتدا سعی میکردن مسئولان حکومتی ما که فرهنگ استفاده درست از او از طریق اعلانات، از طریق برنامه ها، از طریق بروشورها، بنرها، از طریق تبلیغات و مواردی از این قبیل به مردم یاد میدادن یا فرهنگ درست استفاده از او را آموزش میدادن که چگونه ما باید از شبکه های اجتماعی در چه راههایی و از چه طریقه های استفاده بکنیم، و پس از اون تکنولوژی بروز میشد، طبیعتاً چنین مشکلاتی ما با اون مقابل نمیشدیم. اما متاسفانه امروز میبینیم که بسیاری ها البته در شبکه های اجتماعی دست به تخریب افراد میزنن، دست به تخریب چهره های بزرگ میزنن، حتی تفرقه میاندازن و مشکلات چنین همچنین ایجاد میکنن. و همین به نحوی تبلیغات هست که بسیاری از مخالفین از او سود میبرن. بسیاری ها که واقعا به دنبال تفرقه میانه جامعه هستن، اونها سود میبرن از این مسائل. پس بحث استفاده درست از شبکه های اجتماعی یکی از مواردی هست و خوب بود که حکومت ما هم آن عده از کسانی مورد پیگرد قرار میداد، آن عده از
خب شبکه های کاربری یا حساب های کاربری اجتماعی کسان مورد پیگرد و مسدود میساخت که واقعا استفاده درست نمیتونستن بکنن از شبکه های اجتماعی، یا بر ضد چهره های شخیص جامعه اونها سعی میکردن که معلومات ارائه بکنن، یا اینکه خب به نحوی به تفرقه بپردازن و مواردی از این قبیل. باید این چهره ها شناسایی بشن و حساب های کاربری اونها مسدود بشه. با خوشبختانه عده زیادی از افراد هم در جامعه امروزی خود داریم. شهر ما همونو که همه به عنوان شهر علم و فرهنگ میشناسن، شهر باستانی میگن هرات، طبیعتا افرادی هم داریم که به نحوه درستی از این شبکه ها استفاده میکنن و چالشی برای دیگران ایجاد نمیکنن. تنها در راستای اطلاع رسانی، در راستای ارتباطات و مواردی از این قبیل سعی میکنن که به زودترین فرصت بسیاری از خبرها، بسیاری از رویدادها و موارد از این قبیله در دسترس عموم قرار بدن تا همه در اطلاع باشن. اما برخی ها هم، باز هم تکرار میکنم که از این شبکه های اجتماعی و از کاربرهای یا خب به نحوی برنامه های مختلف و شبکه های اجتماعی سوء استفاده میکنن، بر علیه قوم، بر علیه مذهب، بر علیه چهره ها و موردی از این قبیل مشکلاتی رو ایجاد میکنن که طبیعتا در جامعه‌ای که ما شما زندگی میکنیم مواردی این قبیل هست. البته در کشورهای پیشرفته هم این مشکل وجود داره، اما به این پیمانه‌ای که در کشور ما هست خب طبیعتا در دیگر کشورها نیست، چون باز هم برمیگردیم به اصل اولی که باید فرهنگ استفاده درست از تکنولوژی در ابتدا ارائه بشه، به مردم فهمانده بشه تا اینکه چگونه استفاده بکنن از شبکه‌های اجتماعی، چگونه در چه راهی و با استفاده از چه ابزاری میتونن که خب موضوعاتی که در ذهن اونها در حال چرخش و گردش از اونها رو به دیگران انتقال بدن. این مسئله بحث بسیار مهمی هست که بیننده ما پیشتر اشاره کردن. شمایی که از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنین، مخصوصا واتساپ و تلگرام، تماس بگیرین در برنامه امشب و بگین که چقدر موافقین با این تر یا اینکه چقدر مخالف هستین. ایده‌ای هستن که طبیعتاً اگر واقعاً استفاده درستی داشته باشن طبیعتاً مخالف این مسئله هستن. اگر واقعاً کسانی که استفاده درست میکنن واقعاً این قانون حکومت نقض کرده که اونها از اطلاعات اولیه اونها محروم ساخته و طبیعتاً این نقض قانون هست، و اینکه واکنش‌هایی هم بوده، واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی ما شاهد بودیم که خب حتی دفتر نه یا خب به نحوی دیگر نهادهایی که در این عرصه کار میکنن، کمیته مسئولیت خبرنگاران و دیگر نهادهایی که در این عرصه کار و فعالیت دارن، بارها واکنش نشان دادن. در چند ماه اخیر هم ما شاهد نشستی بودیم که بسیاری از مسئولان رسانه ها و مسئولان حامی رسانه ها و خبرنگاران در نشستی از این مسئله ابراز نگرانی کردند که کم کم حکومت به دنبال راههایی است که رسانه های اجتماعی محدودتر بکنه و اینکه از این طریق وارد حساب های کاربری دیگران بشه و کنترل دقیقی داشته باشه. بحث کنترل کاملا جدا از بحث مسدودسازی هست. دقیقا حکومت این حق و این وظیفه داره که برای تأمین موارد چون امنیت، امنیت جانی، امنیت عمومی، امنیت مالی دیگران یا هر نوع دیگری از مواردی از این قبیل، حکومت این وظیفه داره که کنترل دقیق و نظارت دقیق بر شبکه‌های اجتماعی داشته باشه. ما در چند سال اخیر هم شاهدی بودیم که اداره سارنوالی هرات خب تعهد سپرد که با کمک چندین اداره میخواند که مخصوصا در شبکه اجتماعی فیسبوک نظارتی رو داشته باشن و شبکه ها و آن عده از حساب های کاربری که خب به نحوی به چالش هایی که واقعا وجود نداره میپردازن یا ای که به شخصیت کشی میپردازن اونها رو مسدود بکنن. اما از این اقدام هم خبری نشد. وزارت مخابرات، اداره مخابرات در هرات بارها از چنین پلان هایی صحبت کردن، اما متاسفانه کمتر جنبه عملی به خود گرفت که و حال میبینیم که حکومت قدم های عملی برداشته و آن هم برای مسدودسازی تمامی البته برخی از شبکه های اجتماعی و برخی از سایت ها. ما در چند هفته گذشته شاهدی هم بودیم که بسیاری از سایت های اینترنتی هم بر آنها محدودیت وضع شد و بسیاری از سایت های اینترنتی هم بدون فیلتر شکن باز نمیشن. حتی شبکه های اجتماعی هم به هر حالت ایده هستن که واقعا نیاز ضروری به این شبکه ها دارن، از طریق فیلتر شکن وارد این شبکه ها میشن و استفاده میکنن.
0792-523-523 ساعت هست 8:20 میتونین تماس بگیرین در برنامه امشب ما، تماس بگیرین و دیدگاه‌های خود ارائه بکنین در مورد این مسئله. در پایان این برنامه، در دقایق پایانی، رئیس اداره سرپرست اداره مخابرات با خود خواهیم داشت و اونها بیشتر وضاحت میدن، بیشتر معلومات میدن که این طرح و این برنامه بر چی اساس اتخاذ شده و اینکه تا چه زمانی به طول خواهد انجامید و اینکه حکومت دلیل اساسی و دلیل اصلی در چی بوده و فواید و یا اضرار این مسئله در چی هست. عده موافق هستند با این مسئله، چنانچه که پیشتر دوست ما اشاره کردن که اگر شبکه‌های اجتماعی وجود نداشته باشه، دیگر ما شاهد شخصیت کشی افراد نخواهیم بود، شاهد تفرقه افغانی گروه‌ها و افراد مشخص و مختلف در این عرصه نخواهیم بود. از جانبی هم عده مخالف این مسئله هستن و میگن که اگر واقعا این مسئله به صورت دوامدار وجود داشته باشه، حال حکومت گفته تا 20 روز آینده، اما اگر این مسئله به صورت دوامدار باشه طبیعتاً واکنش‌ها شدیدتر خواهد شد و نهادها و سازمان‌های دیگری هم به این مسئله خواهند شتافت تا اینکه به صورت عمومی به این مسئله رسیدگی صورت بگیره. و اینکه چنانچه که اشاره پیشتر کردم، طی 2 مکتوب خاص که به اداره اطرا یا در وزارت مخابرات کشور رسیده، خب طی این 2 مکتوب، در مکتوب ابتدایی دستور مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی واتساپ و تلگرام داده شده و در مکتوب دوم لیستی از افرادی که از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند و همچنین برخی از سایت‌ها منتشر شده که اونها باید به زودترین فرصت مسدود بشن. عمده‌ترین مسئله و عمده‌ترین بحثی که به عنوان دلیل این به نحوی موضوع اشاره شده، بحث تأمین امنیت بوده و بحثی بوده که حکومت از این طریق میخوای که از بسیاری از مشکلات امنیتی جلوگیری بکنه. خب البته قسمتی از این مسئله برمیگرده به اصل تامین امنیت و مواردی از این قبیل، اما بیشترین موضوع و بیشترین مسئله برمیگرده به اینکه بسیاری ها این موضوع و این حکم ریاست جمهوری نقض صریح بحث قانون حق دسترسی به اطلاعات میدونن. در قانون حق دسترسی به اطلاعات صراحتن بیان شده که همه میتونن از شبکه‌های اجتماعی با قوانین، با طبق مقررات و قوانین اسلامی و جامعه ما اونها استفاده بکنن. طبیعتاً حکومت حق داره که تصامیم رو اتخاذ بکنه و آن هم در عرصه مسدودسازی کاربران و کسانی که استفاده های سو میکنن از این شبکه ها. اما اگر به صورت عمومی نگاه بکنیم، امروزه در تمام جامعه ما همه خب به دنبال سو استفاده از این شبکه ها نیستن و عده‌ای هم میخوان که در راستای اطلاع رسانی، در راستای آگاهی عمومی از این شبکه ها استفاده بکنن. بس بسیار مهمی هست و اینکه بارها مشاهده این بودیم که بعض شبکه های اجتماعی توانسته تاثیرگذاری بسیار زیادی در پروسه‌های ملی، در پروسه‌های بزرگ داشته باشه. ما در انتخابات ریاست جمهوری چند سال قبل شاهده‌ای بودیم که نقش پررنگی ایفا کرد شبکه‌های اجتماعی در تعیین چهره‌ها. این مسئله بحث بسیار مهمی هست که خب حکومت توانسته از این طریق به دستاوردهایی هم نائل بشه و اینکه ما در چندین حادثات مختلف بوده که ما اگر اشاره بکنیم، واقعا شبکه‌های اجتماعی توانسته تأثیرات بسیار مفیدی داشته باشه در راستای اطلاع رسانی دقیق مشکلات به گوش حکومت. ما متاسفانه در چند وقت پیش حادثه میرزا اولنگ سرپل داشتیم که به اصطلاح طوفان‌های توییتری و شبکه‌های اجتماعی دیگر توانست که از ادامه یافتن کشتار غیر نظامیان در سرپل و میرزا اولنگ جلوگیری بکنه. مردم به شدت، کسانی که در نقاط مختلف جهان بودن، افغانهایی که در نقاط مختلف جهان بودن و همچنین کسانی که در داخل کشور بودن، از طریق شبکه‌های اجتماعی بارها انتقاد خود به گوش مسئولان رساندن و این مسئولان بودن که به دنبال طرح و برنامه‌ای برای حل این مشکل شدن. طبیعتاً شبکه‌های اجتماعی جایگاه بسیار خوبی در جامعه و اجتماع ما داره و اینکه توانسته که تأثیرات بسیار مفیدی در عرصه‌های مختلف داشته باشه و اینکه سندهایی که به یا مکتوب‌هایی که به وزارت مخابرات رسیده اونها هم درز کرده به رسانه‌ها،
چنانچه که بیشتر اشاره داشتم، دو سند در دو زمان مشخص به وزارت مخابرات یا دو به نحوی مکتوب ارسال شده در عرصه‌های مختلف. حتی لیستی از افرادی که باید اونها شبکه‌های کاربریشان مسدود بشه که در او چهره‌های مختلف، چهره‌های نخبه و چهره‌های برتر کشور هستند، در او وجود داره که شبکه‌های اجتماعی اونها مسدود شده. اما چنانچه که پیشتر به این مسئله پرداختم و البته تماس داشتم، نشد که ادامه این بحث پیگیری بکنم. این هست که منابع معتبر در صحبت‌هایی که با ما داشتن، اونا اشاره کردن که برخی ابهامات در این پروسه وجود داره، یعنی اینکه این پروسه از سوی افراد مشخص، از سوی ارگان مشخص به ریاست جمهوری فرستاده شده و ریاست جمهوری و مقام عالی ریاست جمهوری این حکم صادر کرده که به تمامی شبکه ها باید خب تا 20 روز آینده، البته شبکه های اجتماعی واتساپ و تلگرام، مسدود بشن و بسیاری از ادارات مخابرات در کل کشور در 34 ولایت، البته برخی از شرکت های مخابراتی و برخی از ادارات مخابرات در برخی از ولایات، از این مسئله سر باز زدن و گفتن که وقتی وزارت مخابرات مکتوب درستی به تمامی این ادارات ارسال نکنه و ابهاماتی وجود داشته باشه و آن نهادی که واقعا این به نحوی پیشنهاد به ریاست جمهوری داده، وقتی که آن نهاد مشخص نباشه، طبیعتا در حاله ای از ابهام وجود داره و بسیاری از ادارات مخابرات در ولایات مختلف کشور از این مسئله سر باز زدن و همان گونه شبکه های اجتماعی واتساپ و خب تلگرام و همچنین بسیاری از سایت هایی که حکومت لیستی از اونها برای مسدودسازی تهیه کرده بود، همین اکنون به دسترس عموم قرار داره. در هرات هم ما شاهد این هستیم که برخی از شبکه های مخابراتی خب این مسئله به نحوی یا به نحوی اشاره‌ای نداشتن به اصل موضوع و یا اینکه این حکم پیگیری نکردن. بسیاری از شبکه های مخابراتی ما میتونیم به راحتی از شبکه های تلگرام و واتساپ استفاده بکنیم، به دلیل اینکه این حکم به نحوی بوده که از طرف یک ارگان نامشخص که حتی حکومت هم از نام بردن او سر باز میزنه و چیزی معلومات نمیده به رسانه ها، خب این حکم صادر شده به مدت 20 روز و پس از 20 روز مشاهده خواهد شد و خواهیم دید که حکومت چه پلان های بعدی برای این مسئله داره و دلیل اصلی این مشخص هم این مسئله هم به زودی مشخص خواهد شد و حکومت طبیعتاً باید پاسخی داشته باشه که در کنار اینکه حکومت دلیل یا بهانه ای آورده برای حل مشکلات امنیتی، چقدر میتونه خب این مسئله رو ادامه بده و یا به نحوی مسئله وجود داشته و مشکلات رو به میان آورده. و اینکه خب چنانچه که اشاره داشتم، شبکه‌های اجتماعی در هر کشور، در هر جامعه ای توانسته که نقش برازنده، نقش مفیدی داشته باشه. خب چندی پیش ما یک گزارش داشتیم در مورد اینکه پس از پیروزی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به عنوان خب زعیم ایالات متحده آمریکا، وقتی که خبرنگاران از او پرسیدن که دلیل موفقیت تو در انتخابات چی بوده، یکی از دلایل موفقیت خود استفاده از شبکه‌های اجتماعی و به خصوص شبکه اجتماعی توییتر عنوان کرد، گفت که به نحوی برنده شدن خودت مدیون به این شبکه هستم و می‌بینیم که کانال توییتری دونالد ترامپ به صورت عمومی همیشه فعال هست و توییت های مختلفی از این کانال منتشر میشه. خب واقعا ببینیم که چقدر شبکه های اجتماعی در جامعه، در کل جهان جای پا باز کرده که حتی در رئیس جمهور شدن افراد هم میتونه نقش داشته باشه. چنانچه که پیشتر اشاره کردم، در انتخاباتی که در چند سال گذشته انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، ما شاهد این بودیم که تبلیغات بسیار زیادی از طریق رسانه‌های اجتماعی صورت گرفت و این مسئله تاثیرات بسیار فراوانی در انتخاب رهبران حکومت داشت و این مسئله توانست که خب فردی به عنوان رئیس جمهور و فردی دیگر به عنوان رئیس اجرایی کشور خب انتخاب بکنن. خب البته تاثیرات بسیار بسزایی داره. نه تنها، حال ما اگر نگاهی بیاندازیم، بسیاری از شبکه‌های اجتماعی استفاده های درست و خوبی دارن. عده‌ای هستن که از طریق این شبکه‌ها دست به فروش محصولات، فروش اجناس، حتی کالاها میزنن و خب راه بدیل اقتصادی خوبی شده برای اونها، و عده‌ای هستن که از این طریق اطلاع رسانی میکنن، خبرهایی به موقع در دسترس دیگران قرار میدن و مواردی از این قبیل. اینها همه استفاده های عظیمی هست که
از شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیره و متأسفانه از چند روز به این سو که برخی از این شبکه‌ها مسدود شده، بسیاری از کاربران واقعا نگران ساخته و عده‌ای هنوز برایشان این دلیل مشخص نیست که حکومت به چه دلیل آمده و برخی از شبکه‌ها و برخی از کانال‌های ارتباطی و کانال‌های اجتماعی مسدود کرده. امیدواریم که حکومت وضاحت روشنی داشته باشه به این مسئله و اینکه پس از 20 روز مسدود بودن این کانال‌ها مشخص خواهد شد که چه هدفی در پس این مسئله بوده و آیا این پروگرام و این برنامه ادامه خواهد یافت و یا خیر. این مسئله است که تا 20 روز دیگر که البته چند روز از او گذشته مشخص خواهد شد و اینکه ابهامات این مسئله هم امیدواریم که حکومت به او اشاره داشته باشه که چه ابهاماتی وجود داره و این حکم وقتی صادر شده از سوی چه ارگانی به مقام عالی ریاست جمهوری به نحوی این پیشنهاد داده شده و به عنوان یک حکم در آمده تا اینکه برن و بسیاری از شبکه‌های اجتماعی مسدود بکنن. چنانچه که اشاره کردم تمامی شبکه‌های مخابراتی این امر به درستی به جا نکردن، از بسیاری از شبکه‌های مخابراتی در اطراف و در مناطق مختلف همین اکنون هستن کسایی که از شبکه‌های یا حساب‌های کاربری تلگرام و واتساپ خود استفاده می‌کنن. و دوستان تا دقایق دیگر سرپرست اداره مخابرات هرات با خود خواهیم داشت. موضوعی که شما اشاره کردین، یکی از عمده‌ترین مسائلی که اشاره کردین، بحث استفاده درست از شبکه‌های اجتماعی بود و بحث این که چرا هنوز هم ابهاماتی در این پروسه وجود داره از جمله عمده‌ترین سوالات ما خواهد بود و سرپرست اداره مخابرات هرات اشاره به این خواهد داشت که به چه دلیل این شبکه‌ها مسدود شده، بر اساس چه حکمی و اینکه تا کی ادامه خواهد یافت و اینکه برنامه‌های دیگر حکومت برای نظارت دقیق از شبکه‌های اجتماعی چه چیزی خواهد بود و حکومت چه راه‌های بدیلی می‌تونه داشته باشه. طبیعتاً وقتی که یک حکم صادر می‌کنه طبیعتاً راه‌های دیگری هم وجود داره که به نحوی استفاده درست صورت بگیره یا اینکه طرح‌های دیگری می‌تونه حکومت روی دست بگیره و حساب‌های کاربری کسانی که واقعاً درست استفاده نمی‌کنن از شبکه‌های اجتماعی می‌تونه اونها رو مسدود بکنه و مواردی از این قبیل. خب دوستان وقفه می‌گیریم و پس از وقفه حکمت الله حبیبی سرپرست اداره مخابرات هرات با خود روی خط خواهیم داشت و مواردی که امشب شما اشاره کردین در برنامه، اون موارد و موضوعات حتما در برنامه خواهیم داشت و تا دقایق پایانی برنامه خود دنبال بکنه تا اینکه سوالاتی که برای شما مبهم هست در باره موضوع امشب برنامه اونها امیدواریم که حل بشه. خبر زنده یعنی گزارش، نمایش، شعر و تعامل. هر ساعت شما رو از آخرین رویدادها با خبر می‌سازیم. ما روایتگر آخرین رویدادهای خبری هستیم. دوستان بیننده و مخاطبین برنامه صدای شهروند خوش آمدین به ادامه برنامه. همین اکنون حکمت الله حبیبی سرپرست اداره مخابرات هرات رو با خود روی خط داریم. جناب آقای حبیبی سلام بر شما. علیک السلام و عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و مهمان گرامی و همچنین شنوندگان و بینندگان عزیز تلویزیون شما. سپاسگزاریم از شما. جناب آقای حبیبی در برنامه امشب اگر بیننده بوده باشین از آن ما تماس گرفتن و پرسش‌های مختلفی
در مورد موضوعی برنامه داشتن. یکی از عمده ترین پرسش ها این بود که حکومت به چه دلیل به دنبال وضع محدودیت ها برای شبکه های اجتماعی هست؟ در قسمت استفاده و یوزج خود از شبکه های اجتماعی، تنها منحصر به واتساپ و تلگرام نه، بلکه به چندین صفحات اجتماعی و شبکه های اجتماعی می باشه و خود اداره مرکزی مخابرات در کابل این موضوع محدودیت یا وضع قوانین یا پالیسی برای سرتاسر کشور داره و این از طرف ادارات محلی در ولایات صورت نمیگیره و هدف هم منظور از محدودیت یا عدم دسترسی نمی باشه. اگر هدف از محدودیت دسترسی باشه، تمام شبکه های اجتماعی، شما امروز شاید از هستن که موضوع فیسبوک یا تویتر ای به صورت آزادانه هم افراد میتونن از او استفاده کنن. بله آقای حبیبی، در بحث این که چه حکومت چه دلیلی داره برای این مسئله، چرا به دنبال مسئولیت برخی از شبکه ها هست، آیا واقعا بحث امنیت حکومت واداشه که اقدام بکنه به مسئول سازی شبکه ها یا خیر؟ موضوع محدودیت سازی یا موضوع وضع پالیسی یا قوانین موضوعی که از طرف اداره مرکزی به صورت سیستم عمومی در کشور تطبیق میشه، نه تنها در یک محل خاص یا در یک ولایت خاص. به این دلیل این موضوع محدودیت از طرف اداره محلی در هرات نه، بلکه از طرف اداره مرکزی در کشور در خود سطح مرکز تطبیق میشه و احکام و دساتیری هم طبعا در سطح کادر رهبری خود مرکز مورد بررسی قرار میگیره و از طرف ادارات الاطلاع در این قسمت تصمیم گرفته میشه. بله آقای حبیبی، حال حکم به اداره مخابرات در این زمینه به شما رسیده یا خیر؟ نه خیر، تا حال چنین حکم در اداره مخابرات نرسیده و دلیلی هم این که در خود محدودیت ها از طریق اداره محلی نه، بلکه از طریق اداره مرکزی وضع میشه. بله آقای حبیبی، حال تطبیق این حکم فکر نمی کنین ضرر وارد بکنه بر این مسئله که واقعا همه حق دارن که به شبکه های اجتماعی دسترسی داشته باشن و ضربه وارد بکنه به مسئله آزادی بیان؟ موضوع وضع پالیسی یا قوانین نمیتونه یک موضوعی باشه بر عدم دسترسی یا بر لطمه زدن به آزادی بیان، به دلیل این که خود موضوع استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی منحصر به یک دوبرنامه نمی باشه. شاید بعضی مواقع یک سری از اپلیکیشن ها یا برنامه ها نظر به بهبود کار یا نظر به بعضی از مسائل، نظر به رزوندید مقامات دیستالا همچون موضوعی وضع بشه، ولی من فکر نمی کنم که موضوعی وضع قوانین باعث عدم دسترسی بشه یا باعث لطمه زدن بر خود آزادی بیان. بله آقای حبیبی، حال مسئله ای که وجود داره ای هست که ادهی به نحوی درست استفاده می کنن از شبکه‌های اجتماعی، ادهی هم نادرست. چرا حکومت در پی این نیست که آن ادهی از کسانی که به عنوان شبکه‌هایی که مخرب هستند یا می‌خواهند چهره‌های شخیص جامعه را به نحوی تخریب بکنند یا اینکه تفرقه افکنی بکنند، چرا حکومت در پی مسئول‌سازی این افراد یا کاربرهای این افراد نیست که میآید تمامی شبکه‌ها و تمامی کسانی که از تلگرام و واتساپ و همچنین از سایت‌های مهم خبری استفاده می‌کنند اونها را محدود می‌کنه؟ حرف شما با حرف پیشتر شما که موضوع دسترسی به آزادی باشه، به نوعی اگر خود شما بررسی کنیم موضوع میتونه خود تنقیص یا عدم یا موضوع دسترسی به آزادی بیان باشه، چون اگر اداره مرکزی یا خود حکومت به فکر ازی باشه که دسترسی افراد از خود اطلاعات یا استفاده از شبکه‌های اجتماعی مد نظر بگیره، چیز طبیعیه که باید در قسمت خود تویتر، در قسمت فیسبوک و دیگه صفحات این موضوعات رو وضع بکنه. اما این که در یک یا دو برنامه باشه، این دلیلی شده نمیتونه بر این که آزادی بیان رو محدود بسازه. بله و آقای حبیبی، حال نظارت‌های شما چه چیزی نشان میده؟ آیا واقعاً در اداره مخابرات بخشی یا کمیته فعالیت داره که نظارت بکنه به صورت دقیق از شبکه‌های اجتماعی یا خیر؟
بله، یک اداره مرکزی تنظیم خدمات مخابراتی و نظارت بر کیفیت خدمات مخابراتی و خدمات اینترنتی در سطح کشور، نه تنها در سطح ایران بلکه در سطح کشور وجود داره و این وظیفه و این مسئولیت را دارند که نظارت داشته باشند بر خود عرضه خدمات و بهبود کیفیت. و این که ما به تنهایی در سطح ایراد بیم ادعا کنیم بگیم اداره داریم، نه، بلکه به سطح کشور اداره داریم. بله، شما در سال جاری مواردی وجود داشته در اداره مخابرات که کدام شبکه یا کسانی که از طریقه های مختلف به نحوی استفاده سو میکردن از شبکه های اجتماعی اونها به نحوی مسدود بسازین یا خیر؟ بله، ما درخواست های از طرف افراد و از طریق اداره سارنوالی برای ما معرفی شدند که اینا در صفحات اجتماعی مثل فیسبوک اینا باعث سوء استفاده از افراد و اشخاص و افراد نامنهاد شدند و باعث نشر و پخش یک سری از مسائل مقارن با قوانین کشور ما شما بودن که اینا برای ما معرفی شد و از طریق ما و اداره مرکزی خود وزارت مخابرات و از طریق از اونا در قسمت مسدودسازی و حذف از اکانت ها و صفحات اقدام صورت گرفت و خوشبختانه که به نتیجه مثبت و موثر رسید. بسیار عالی. و آقای حبیبی، در بحث آگاهی دهی چه برنامه هایی دارین؟ خب هر تکنولوژی که جدیدن به بازار میایی خب باید آگاهی دهی در مورد از او درست صورت بگیره. در بس آگاهی دهی از استفاده درست از شبکه های اجتماعی چه کارهایی اداره مخابرات یا چه طرح‌ها و برنامه‌هایی در آینده روی دست داره و خب به نحو اونها رو به پیش میبره؟ در قسمت آگاهی دهی و اطلاع رسانی از طریق شبکه‌های خود اجتماعی، از طریق سایت و از طریق خود ارتباطات آگاهی عامه و همچنین مجلات که در سطح ولایت و مرکز و در سطح همگان قرار میگیره، موضوع استفاده از تکنولوژی ها و همچنین تکنولوژی های روز دنیا و معرفی گرفته میشه و در کنار از دو طبق که شما در جریان قرار دارین و تمام شهروندان و هم شهریان عزیز ما، موضوع خود انستیتوت یا پانتون وزارت مخابرات در سطح کشور یکی از نادهای مهم و یکی از پانتون‌های مهمه که در قسمت عرضه تکنولوژی و خدمات رسانی و رشد خدمات مخابرات فعالیت در و از طریق از اونا در سطح مرکز و از طریق مراکزی که در سطح ولایات هست موضوع آگاهی دهی به اذهان عامه رسانده میشه. بله. و آقای حبیبی، به عنوان آخرین مسئله که میخواییم به او اشاره داشته باشین، ما روال برنامه بر این هست که مسئول هر اداره که با خود در برنامه میداشته باشیم سعی میکنیم که تعهد و وعده رو هم با خود داشته باشیم. شما من حیث سرپرست اداره مخابرات هرات به بینندگان ما چه تعهدی میسپارین در راستای نظارت دقیق از شبکه‌های اجتماعی، در راستای نظارت از کیفیت و ارائه خدمات مخابراتی در هرات؟ موضوع تعهد تنها به زبان یا به دیان به خاطر گمراه ساختن یا به خاطر پوشش قرار دادن بر یک موضوع یا این که مردم رو در یک گمراهی قرار دادن نمیتونه باشه، بلکه تعهد ما در عمل مانه و طبقه که شهروندان از ما شاهد هستن هر زمانه که اگر کدام موضوع مشکل شکایت برای ما رسیده، ما به دوترین فرصت در محدوده امکانات ولایتی و در سطح مرکز در امکاناتی که در سطح کشور هسته به او رسیدگی صورت گرفته و این تعهد ما همیشه برای جامعه و برای مردم خود دادیم و تعهد می سپاریم که در قسمت بهبود کیفیت و در قسمت نظارت از کیفیت و خدمات ما متعهدیم و همیشه ناظر بودیم و ناظر خواهیم بود. بله، سپاسگزاریم از شما جناب آقای حبیبی از این که در برنامه ما خب سهم داشتن و به سوالات و پرسش‌های بینندگان ما پاسخ ارائه کردین. تشکر از شما. ممنونیم، شب شما خوش. حکمت الله حبیبی، سرپرست اداره مخابرات، با ما روی خط بودن. عمدترین مسائل، عمدترین موضوعات و مواردی که در مبحث استفاده از شبکه‌های اجتماعی بود با ما در جریان گذاشتن. امیدواریم که طبق تعهدی که سپردن رسیدگی بکنن به این مسئله و امیدواریم که در مواردی هم که دوستان ما اشاره کردن و پرسش های داشتن و روشنایی های آقای حبیبی انداختن در بحثی که نظارت هایی دارن و کوشش میکنن که با استفاده از برنامه های مختلف
جلوگیری بکنن از شبکه‌ها و البته از کسانی که سوء استفاده میکنن. این هم مسئله بسیار مهمی هست که باید دقیقاً رسیدگی بشه به این مسئله و بحث در اینجا هست که همه ما شما حق داریم که به اطلاعات دسترسی داشته باشیم. در قانون اساسی کشور ما خوب اشاره شده به این مسئله و همه ما شما این حق داریم که استفاده درست و معقول بکنیم از شبکه‌های اجتماعی. و اینکه اگر استفاده درستی صورت نگیره و اگر چهره‌هایی که دارن سوء استفاده میکنن از شبکه‌های اجتماعی اونها به نحوی حذف نشن و مسدود نشه حساب‌های کاربریشون، طبیعتاً تبعات منفی هم در بحث امنیت داره، هم در بحث برنامه‌های عمرانی، برنامه‌ها و پروسه‌های ملی خواهد داشت. ما چندین پروسه ملی پیش روی داریم که امیدواریم اونها به دور از دغدغه به پیش بره، به دور از دغدغه اونها رو ما سپری بکنیم. یکی از عمده‌ترین بحث‌ها ما بحث انتخابات مجلس نمایندگان داریم بر اساس تعهدی که کمیسیون مستقل انتخابات سپرده در 16 سرطان سال آینده. ما یکی از بزرگترین پروژه‌های ملی در کل کشور خواهیم داشت و بحث شبکه‌های اجتماعی بحث بسیار مؤثر و تاثیرگذاری در این زمینه خواهد بود اگر کنترل و نظارت دقیق صورت بگیره. طبیعتاً مشکلاتی هم در این عرصه به وجود نخواهد آمد، اما اگر نظارتی صورت نگیره از شبکه‌های اجتماعی طبیعتاً مشکلاتی به وجود خواهد آمد، طبیعتاً تقلب‌ها صورت خواهد گرفت، طبیعتاً چالش‌های مختلفی وجود خواهد داشت و امیدوار از این هستیم که حکومت توجه خاص و توجه جدی بر این مسئله داشته باشه. استفاده درست از شبکه‌های اجتماعی میتونه که تأثیرات مفیدی بر جامعه ما داشته باشه. وقتی میگیم که دسترسی به اطلاعات حق همه هست و طبیعتاً در قانون هم ذکر شده، این همه مردم هستند که باید به معلومات عمومی، به خبر، به تمامی موارد و رویدادهایی که اتفاق میفته اطلاعات داشته باشن و دسترسی داشته باشن و هیچ کس هم از رهبران حکومت گرفته تا پایین ترین یا بلندترین مقام حکومتی هم این حق نداره که این حق از شهروندان بگیره و او رو سلب بکنه. طبیعتاً اگر حکومت هم طرح یا حکم به عرصه اجرا میگذاره، طبیعتاً در پس او مواردی وجود داره و موضوعاتی وجود داره که باید به او رسیدگی دقیق صورت بگیره. خب دوستان، به لحظات پایانی که دیگر از برنامه‌های صدای شهروند رسیدیم. سپاسگزاریم از اینکه تمامی شما از آن برنامه امشب خود هم دنبال کردین. امیدواریم که خب عمده‌ترین موضوعات ما البته پوشش میده و امیدواریم که سهم بیشتر شما در برنامه‌های شب‌های آینده ما داشته باشین. خب دوستان، تا یکی دیگر از برنامه‌های ما فرا می‌رسه، شما از آن به خالق یکتا و بی‌نیاز امانت می‌کنیم. خداوند حافظ و نگهدار شما.